خب گویا ارتباطمون برقرار شده با واحد سیار کانال یوتیوبی مستر سامان. اجازه بدید ببینیم که همکاران ما تصویر رو اگر به من بدن من هم داشته باشم. بله، از همینجا سلام عرض می‌کنیم خدمت شما آقای سامان. لطفاً حال و هوای اونجا رو برامون بگین و وحچه کلاهی هم سرتونه، حال و هوای اونجا رو کلا برامون تعریف کنین و بگین که چی شد که اصلا رفتین اونجا. سراپا گوشی منتظر صحبت‌های شما. بله بله، به نام خدا، بر آستانش هر که در زده بعدن اومده محکمتر. چی دارم میگن؟ گور پدرشون بابا، گور باباشون، ولشون کن. خب گویا مشکلی در پخش زنده پیش اومده. درود بر شما، به امید رهایی ایران، سامان هستم با یک فیلم دیگه از کانال یوتیوبی مستر سامان. این هفته قراره که بریم یک طبیعتگردی رو با هم دیگه داشته باشیم. این فیلمو تا پایان با من همراه باشین و اگر دارید جدید فیلمای منو می‌بینید لطفاً سابسکرایب یادتون نره. بریم که داشته باشیم ببینیم در این هفته به کجا رفتیم. خب بریم راجع به سفر امروز من یک توضیح براتون بدم. اینی که می‌بینید دوستان، این منم عزیز. می‌خوای بخوا، نمی‌خوای نخوا. نه چی دارم میگم؟ وقتی توی نقشه دنبال جاهای دیدنی و تاریخی میگشتم، همیشه یک جای تاریخی نزدیک به محل سکونتمون بود که حدود 7-8 کیلومتر با ما فاصله داشت، ولی هیچ وقت نشد که برم به اون سمت، به خاطر اینکه مسیر کوهنوردی داشت و هیچ کس هم راجبش اطلاعات آنچنانی نداشت. تا اینکه اول صبح تصمیم گرفتم که برم به این مکان، ولی بعد باتری‌های دوربینم و هلیشاتم رو شارژ میکردم و مموریاشون رو چک میکردم که خالی باشه و همین وقتم رو گرفت تا اینکه زیر تیغ آفتاب ساعت 12:30 ظهر تونستم که از خونه بزنم بیرون. وقتی به غربی ترین نقطه کنیالتی که بیاید محله ساریسو و اونم رد کنید، میرسید به یک جای سرسبز و کوههای پر از درخت و زندگی روستایی که سر صدای گاو و گوسفند و مرغ و خروس رو میشنوید و دیگه از هیاهوی شهر و شلوغی‌های خیابونا خبری نیست. بعد از حدود 4-5 کیلومتر به اولین روستایی که میرسیم، اسمش از روستای گکتره. بعد از این روستا دیگه شیب جاده کم کم تند و تندتر میشه و سمت چپتون کم کم رودخانه ای رو میبینید که هرچی بالاتر میرید پر آب و پر آبتر میشه. اینجا زده یشیل چم، ولی ما این سمتی نباید بریم، از این ور که ماشینا میرن باید بریم. یعنی جاده خاکی میشه اینجا. این خونه خوشگله رو که دیدید برید سمت چپ. چون توی روز تعطیل بود و عید قربان بود، تمام فضای سبز کنار رودخونه پر بود از مسافرهایی که اومده بودن برای تفریح و گشت و گذار. بعد از 7 کیلومتر پیاده روی و رد کردن این رودخونه، تازه مسیر جنگلی و کوهنوردی شهر تاریخی از اینجا شروع میشه. فراوان، در جنگل‌های حاشیه غربی آنتالیا هستیم. داریم میریم به یک محل تاریخی که اینجا بعد از جاده خارج شدیم، حدود 1.5 کیلومتر داخل جنگل و کوه بریم تا برسیم به یک جای زیبا. این فیلمو تا پایان با من همراه باشید، ولی جان مادرتون سابسکرایب یادتون نره. بریم ادامه ماجرا.
مسیر لیکی آیولو به همین نشونه ها شناخته میشه و اگر شما حواستون نباشه و یک نشانه رو نبینید و راه رو اشتباه برید امکان داره گم بشید که حتما باید یک راه بلد کنارتون باشه. ساعت 3 ظهر همونطور که میبینید اینجا سایه است رو به تاریکی، البته چون یه کوه خیلی بلندی اون جلو هست که خورشید رفته پشت اون، ولی خب توی آنتالیا حدود 7.5 یورو به 8 دیگه خورشید رو از دست میدیم، یعنی 5 ساعت راه داریم، ولی ما فکر میکنم حدود 1 ساعت دیگه میرسیم، فکر میکنم، چون گفتم 1500 متر باید جنگل بریم و این خیلی سخته، هم تو که نفس زدنم عمل، ولی راه غیر از بعضی جاها که یه خورده سخته بقیهش همینجوری فقط سربالایی. پوزش میخوام بابت نفس، ولی چه کنیم، میخوام لایو اینجا براتون حرف بزنم، همشو تو خونه نگم، مجبورم که اینجا هم براتون حرف بزنم. فوق العاده جای قشنگیه، ببینید درخت ها رو چه عظمتی دارم. یک سوم آب رفت، 500-600 متر دیگه مونده تا مقصد، امیدواریم که آب برسه، البته نرسه برگردیم همین راه کوه برگردیم به جاده، گم نکنیم زیاد، فکر نمی کنم برگشتن یه ساعت بیشتر طول بده. چند وقتی که کوه نوردی نرفته بودم دوچرخه سواری، هیچ وقت آب به من قد مزه نمیدادن، خیلی داره مزه میده، جاتون خالیه. این راهی که داریم میریم بخشی از راه 540 کیلومتری لیکی آیولو از غرب آنتالیا، روستایی به اسم گیک بایری شروع میشه، میره تا اولودنیز 540 کیلومتر. کل این لیکی آیولو رو بستگی به حرفه‌ای آماتور بودن 21 تا 40 روز طی میکنن که الان ما بخشی از اون رو داریم طی میکنیم. این نشونه هایی که بهتون نشون میدم، الان ما در مسیر لیکی آیولو هستیم، یکی از قدیمی ترین و طولانی ترین راه ها در دنیا که کل شهرهای لیکیایی ها رو به هم وصل میکرد، اگه فیلم منو دیده باشید. بریم به ادامه ماجرا، نفسم بنده. جایی اومدیم که هیچ نشونه ای نمیبینم، این بد روزگاره، باعث میشه عقب بیفتیم و اینقدر برگوهاییم هر که کاج رو زمینه که چون نرفتن بعضی مخاطرش گودالی پات میره تو، و من اومدم تو این بلندی اگه راهی رو پیدا نکنم مجبورم برگردم سر راه اصلی دوباره تکرار برم، من از اون برم یه دید بندازم. واه، متاسفانه هیچی نیست، از همین راهی که اومدیم برمیگردیم. بالا رو یه دید بندازیم، آخه چرا هیچی معلوم نیست، چون که قیافش میخوره راه باشه که نامرد، حواده شایدم راهی بوده، آب پیدا کرد، راهی بوده که آب میرفت.
هر یه دونه از این نشونه ها هزاران امیده که نرفتم پایین دوباره، یه خورده اومدم اینور پیدا کردم، اگه پیدا نمیشد که باید برمیگشتم. پنج دقیقه استراحت به قول ترکا مولا و بعد ادامه داستان. ساعت 3:50، خیلی زمان داریم، هنوز هیچ دشواری هم نداریم، طبق برنامه داریم میریم. داشتم رد میکردم که دیدم یهو ببینید اینجا رو داشتم میرفتم، دیدم که هیچ چیزی پیدا نمیکنم. برگشتم به راه اصلی، خط اصلی رو پیدا کنم، یهو دیدم دیدیدیم به اونو برا هوش اومدید، فعلا که یه مزار داره ازمون استقبال میکنه. ببینید این سنگ ها هر کدوم قدمتی بیش از 2000 سال داره و این مقبره ای به سبک زمان رومی ها و بیزانس، حدود 100-200 سال قبل از میلاد مسیح تا 200 سال بعد از میلاد مسیح به این شکل مقبره هایی بوده. ببینید اینجا به دلیل اینکه راهش خیلی بده و دور از شهر و خیلی به قولی آثار آنچنانی نداره، روش سرمایه گذاری نکردن و از دیرباز دزدا اینجا می اومدن و خیلی اینجا حفره ها کندن به خاطر پیدا کردن گنج و این قبرها رو همه رو خراب کردن. اینجا یه حالت شهر خیلی کوچیک، حالت دژمانندی داشته و اینکه از شهر اصلی محافظت میکرده، قبلا از اینجا به دریا دید داشته، کشتی ها اینجا میومدن موقعی که حمله میخواسته بشه، اینجا گذرگاهشون بوده و اینا از برج میدیدن و خبر میدادن به شهر اصلی آماده باش و اینجا جلوشون مقاومت میکردن. سال 1896 دوتا آلمانی اومدن اینجا کشف کردن. نمیدونم اون سنگ نوشته اصلی رو کجا باید پیدا کنم، بریم اون بالا ببینیم. اینجا از بس میگن حفره کندن برای پیدا کردن گنج بعد روشو پوشوندن، باید مواظب باشیم که یهو نریم توی چاله ماله. حالا نمیدونم این حفره ها رو آدما کندن یا گرازا. همین رسیدیم به یه جایی که خواستم فیلم بگیرم، باتری دوربین تمام شد، زدیم شارژ بشه، خیلی خوب اومد، تا اونو برا طولش داد و خدا رو شکر. اینجا یه دیوار چینی هست قدیمی، حالا هنوز اون برشو نرفتم، احتمالا اون کتیبه هم همین دوروبر باشه که به قول معروف بعد از اون مقبره‌ای که دیدید گل سرسبد اونو برا اونجاست که روی سنگ نوشته شده. ما یه آبی بزنیم و خستگی در کنیم بریم ادامه داستانو. خلاصه رسیدیم به آنتیک کنت اونوبارا، شهر قدیمی اونوبارا. الان که اومدم آب بخورم بالا رو دیدم عجب کوه صخره‌ای این سمت من هست، واقعا جای دیدنی و زیبایی، خیلی کوه بلندیه. خطو میبینید خیلی بلنده، ما کوههای بلند پشت سر هم زیاد رو داریم، کمر اینم نیستن، خیلی خیلی بلنده. ما الان کلی اومدیم بالا، ببینید پایین همش پرتگاهه، ما الان تو ارتفاع هستیم و این کوه عظمتی ها، تازه نوکش چقدر درخت داره. خب بریم یه سر این بالا رو هم ببینیم. کیف باشه اینجا نه ببریم با خودمون، شاید دیگه اینجا نخواستیم برگه. اینجا منقل آتیش میکردن گویا. ببینید این سنگا رو وقتی میبینید به این صورت مکعب مستطیل، معلومه که شما با دوران بیزانس روم طرف هستید. چقدر قشنگه، ستون به جا مانده از دژ اونوبارا، یه زمانی باز خود شاخی بوده، الان ببین باید به زور بقایاشو پیدا کرد. Thank you.
خب ممنون که تا اینجا فیلمو با من همراه بودین تو این طبیعت گردی. امیدوارم شما هم مثل من لذت برده باشید در کنار این کتیبه زیبا. درسته این مال دوره رومی هاست، اون زمان با ایرانی ها یعنی با اجداد ما جنگ داشتن، ولی الان که جنگی نیست. و تمام اینها، من تمام آثار تاریخی که میبینم من یاد آثار تاریخی ایران میندازه، تخت جمشید، پرسپولیس و گذشته 2500 ساله ایران و تاریخ ایران، تمدن ایران، یعنی یاد اونا بیشتر منو میندازه. چون اینکه جنگ و دعوا، ما دعوا داریم با هم دیگه، نه هیچ دعوایی نداریم. و اینه که برای من لذت بخش تاریخ هر کجای دنیا، خصوصا اینکه در تاریخ با هم ارتباط داشتیم. حالا هیچ دولتی عاشق و معشوق هم دیگه نبودن، درسته با هم دیگه کشت و کشتار داشتیم، ولی الان که این خبرا نیست. این باعث میشه که این پیوند تاریخی که ما با اینا داشتیم برای ایرانی ها مخصوصا جذاب باشه. ایرانی هایی که فعلا فقط تاریخ براشون مونده و خدا رو شکر 6 7 ماهی هست که تاریخ ساز شدن. ان شاء الله به زودی یک تاریخ خیلی خوشگلی میسازیم که ایران آزاد، ایران آباد، مثل گذشته یا مثل ایران جدیدی که واقعا تاریخ ساز بشیم، که تاریخ 2500 7000 ساله به این تاریخ ما سر خم کنه. به امید اون روز، به امید رهایی، امیدوارم که همه دست به دست همدیگه با همدیگه برای ایران آباد و آزاد تلاش کنیم. تا یک فیلم دیگه و یک برنامه دیگه با مستر سامان، خدا نگهدار، دوست میدارم اتون. خب امیدوارم که از این فیلم لذت برده باشید. در پایان همتون رو به خدا میسپارم. سابسکرایب یادتون نره تا فیلم بعدی.